سومالیا در اثر انفجار بم موتری از جانب شورشیان الشباب در یک هتل موگادیشو 20 تن کشته و 50 تن زخمی گردید. سوریه حکومت سوریه و نمایندگان شورشیان مذاکرات را برای ایجاد یک حکومت همشمول آغاز کردند، حکومتی که شامل بشار الاسد می باشد. ایالات متحده دونالد ترامپ پس از آن خواهان تحقیقات در مورد ادعایش مبنی بر تقلب در انتخابات ماه نوامبر شد که قصر سفید ادعای رد شده در مورد رأی دادن 3 تا 5 میلیون افراد غیر قانونی برای هیلاری کلینتون را مجددا تکرار کرد. عراق حکومت عراق شهر موصل را تقریبا پس از 100 روز از تسلط شورشیان داعش خارج ساخت. ویتنام یک گزارش ملل متحد حاکی است که خروج ایالات متحده از ترانس پاسیفیک پارتنرشپ یا TPP آزمونی را برای انکشاف اقتصادی ویتنام ایجاد خواهد کرد.